مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه ششم، نقش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1390. 60 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ادب یعنی این که انسان زیاد معطل انگیزه مند شدن خودش برای رفتار نشه. ادب یعنی این که انسان زیاد معطل متقاعد کردن خودش برای انجام هر کار درستی نشه. ادب یعنی آدم خودش رو زیادی معطل نکنه برای پاسخ دادن به مجادلات طولانی و بی پایان نفسانی خودش تا فکر خودش رو مجاب بکنه برای انجام یک عمل. ادب یعنی این که انسان برای اندیشه خودش جولان زیادی نگذاره که اندیشه تبدیل بشه به خیال پردازی به جای استدلال منطقی و علمی. ادب یعنی این که انسان برای هوس‌های خودش زیاد میدان باز نکنه که این هوس‌ها جای علاقه‌های جدی او رو بگیرن. ادب خیلی انسان رو نزدیک میکنه به واژه مسلمانی. مسلمان یعنی کسی که تسلیم خدا میشه، به خدا دستشو میبره بالا. ادب در جامعه یعنی انسان مردم رو مراعات میکنه، در یک دیسیپلین رفتاری خاصی خودشو قرار میده، در یک ضابطه رفتاری خاصی خودشو قرار میده. زیادم بحث نمیکنه ما چرا این ادب رو داریم، میگه با یه آدابی باید زندگی کرد، اینجا ادبش اینه، همینی که هست. پیامبر گرامی اسلام به ادب جوامع کفر تا اونجایی که معقول بود، تا اونجایی که طبیعی بود احترام میگذاشتن. یه رئیس قبیله یهودی اومد، پیامبر گرامی اسلام بلند شدن، جای خودشون رو در صدر مجلس به ایشون دادن، احترام کردن، زیرانداز خودشون رو زیرش انداختن. اطرافیان اعتراض کردن، آقا ایشون یهودی بود. گفت بله، من به خاطر یهودی بودنش احترام نذاشتم، به خاطر اینکه تو جامعه خودش رئیس قبیله است. آخه رئیس قبیله است، رئیس قبیله احترام داره دیگه، اینه دیگه. اونجا بهش احترام گذاشتن، ما باید بشکنیم، دلیل نداریم. اسیر گرفته بودن از ایران، آوردن در محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، البته برای خلیفه آورده بودن. حضرت اومدن اونجا، دیدن اسرایی که دخترای پادشاه ایران هستن با دخترای دیگه رو زمین یه جور نشوندن، فرمودن اینا رو بلند کنید، رو تخت بنشونید، یه جایی بشونید، اینا اذیت میشن. آقا اونجا دوباره شروع کردن اعتراض به امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین معلومه پادشاه پسند نیست، فرمود اینا یه عمریه با این آداب زندگی کردن، الان براشون شکنجه است رو زمین بشینن. حالا یه اسیری گرفتی عشایر، اون عمری رو زمین نشسته، براش طوری نیست. بعد فرمودن حسنم حسینم شما خودتون بیاید اینها رو، بعضا باهاشون ازدواج کردن و احترام گذاشت، ادبشون رو رعایت کرد. میخواست حالا با اونا شروع کنه جواب دادن، اونا حالا که خیلی طول میکشه تا ادب بفهمن یعنی چی. ادب جوامع دیگر رو هم آدم رعایت میکنه، هرچند جوامع کفری باشن که ما باشون در جنگیم. خیلی سخت استثناء زدن، کار شاقیه، مگر اینکه یه ادبی باشه که این کفر، این کفر ابلیس، این نمیدونم ضدیت با بشر.
خب اون ادب ها رو آدم راحت نمی کنه و میگه نه ما ممنوعیت داریم، اینجوری نیست. ادب یعنی جلوگیری از چک و چونه های بی پایان و مجادله های بی پایان بین آدم ها تو جامعه. اصلا تو جامعه نباید اینقدر فعالیت متقاعد سازی برای رفتار صورت بگیره. یه ادبی رو میپذیرن، به خاطر همین باید کلمه‌ای به نام ادب حرمتش بره بالا. اگه کسی سیاست مدار باشه در امر تعلیم و تربیت، میدونی چی کار میکنه؟ میگه میایم از ادبهای معقول و مطلوب مردم شروع میکنیم، چهار تا آدابی که همه معمولا دارن شروع میکنیم اینا رو تا یه چند سال تقویت کردن. یه ادبی از همه رعایت میکنن، خب همون ادبی که همه رعایت میکنن دوستش هم دارن، میگیریم اینو هی توسعه میدیم، هی یه عنوان کلی رو به بهونه این ادب خاص تبلیغ میکنیم. میگیم این ادبه ها، اصلا ادب خیلی چیز خوبیه، ببین این ادبه ها، رو همون مورد هی ادب کلی رو تقویت میکنیم. روح حاکم بر جامعه تحت تسخیر ادب قرار بگیره، بعد یه دونه یه دونه ادب آدم بهش اضافه میکنه. خدا رو چی دیدی؟ یه وقتی دیدی شد تو این جامعه ما یه ادبهای کلامی رو اضافه کردیم، یه ادبهای رفتاری رو اضافه کردیم، ها؟ یه ادبهای مثلا عبادی رو اضافه کردیم. خدا رو چه دیدی؟ یه وقتی دیدی مثلا شد تو این جامعه بگیم بچه بدون اجازه پدر نمیشینه در محضر پدر، این روایت. یه وقتی دیدی شد، خدا رو چه دیدی؟ بالاخره گفت جوونیم کار میکنیم در میاریم، امید هست دیگه. یه وقت دیدی بعضی از آداب و شد ازش صحبت بکنیم. جامعه ای که از آزادی بیشتر از ادب صحبت بکنه بدبخته. جامعه ای که از آزادی اندیشه بیشتر از ادب صحبت کنه بیچاره است. آزادی اندیشه محترمه، ولی یه فریبکاری توش هست. انقدر تو جهان غرب مدیریت شد که این وضع نکبت رو برای مردم جهان درست کردن. آزادی هوس و دلبخواهی ها و آزادی اندیشه غلبه پیدا کرد بر کلمه ادب. هر چی بی ادب تر بهتر، در لباس، در پوشاک، در خیلی چیزا. اینا اون نکته هایی است که گاهی از اوقات موجب قوام دینه. این مقدمه. یک روایت قول داده بودیم بخونیم برای شما، بعد 5 تا بحث رو باید پشت سر بگذاریم تا دیگه از این مقدمات بحث ادب و اهمیت دارد و چه می کند و ریشه‌اش چی است و اینا در اومده باشیم بیرون یه مقدار کاربردی تر صحبت کنیم. یک روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به فرزندشون میفرماید یا بنی احرز حظک من الادب، حظ خودتو از ادب احراز کن، اون مقداری که باید از ادب بهره ببری بهره ببر. خواهش میکنم دوستان من یه مقدار امشب مواظب خودشون باشن، زیاد تعجب نکنن از مقدار احترامی که امیرالمومنین به ادب میگذاره. تعجب نکنین. یه کسی غذای خیلی خوبی میخورد، میگفت فکر کنم معده‌ام الان داره تعجب میکنه، این میگه این نبود، از این چیزا نمیومد. حالا یه وقت ذهن شما هم تعجب نکنه از این کلمات امیرالمومنین. امیرالمومنین مجسمه عالی ترین آدابه، چون پیامبر اکرم فرمود علی را من خودم ادب کردم. اصلا تعجب نکنید امیرالمومنین اینقدر به ادب احترام میگذاره. یا بنی احرز حظک من الادب و فرغ له قلبک، با صمیم دل با ادب برخورد کن، ادب رو تو دل خودت جا بده. بعد میفرماید فانه اعظم من ان تخالطه دنس، این قلب تو خیلی بزرگتر از اونیه که آلودگی ها رو بهش راه بدی. یعنی با ادب مواظبت بکن آلودگی ها وارد قلبت نشن.
واعلم انک ان اعوزت غنیت به، بدون اگر فقیر بشی با ادب غنی میشی. در گوشی بگم کسی کارگیرش نیاد با ادب کارگیرش میاد، کسی وام میخواد با ادب بهش وام میدن، کسی همون کلمه امیرالمومنین، کسی فقیر بشه با ادب غنی میشه، ادب برکت داره، در نمیمونی، چون آدم با ادبی هستی، با حیایی هستی، هیچ کی نمیذاره آبروت بریزه. و این اقتربت کان لکه صاحب الذی لا وحشت معه، اگه غریب بمونی احساس قربت و وحشت نمی کنی، همراه خوبیه برات، قربت اذیتت نمی کنه، یا زیاد تو غریبی نمی مونی. آدم با ادب غریب نمیمونه، رفیق پیدا میکنه. بعد میفرماید الادب هو لقاح العقل، ادب موجب پرورش عقل آدمیه، و ذکاء القلب و موجب روشنی قلب انسانه، و زینت اللسان موجب زیبایی زبان آدمیه، و دلیل الرجل علی مکارم الاخلاق، نشانه این است که این انسان، این آدم به مکارم اخلاق رسیده است. و مل انسان لولا الادب الا بهیمه مهمله، و انسان چی اگر ادب نداشته باشه جز یک حیوان بی خود و بی ارزش. آخه بعضی از حیوانا ماشاءالله کلی شیر میدن، بار میکشن، کلی نجابت دارن، یه چیزی بالاخره سگو به وفاش تحسینش میکنن، بالاخره اینه دیگه. یه بعضی از حیوانا مهمله نیستن، حیوان مهمله ببین چی میشه، مثلا گراز، مثلا یه چیزی شبیه به این مثلا. عمل انسان لولا الادب، انسان چیه اگر ادب نداشته باشه جز یک حیوان بی خود و بی ارزش. لله در رول ادب، آفرین بر ادب. این یک اصطلاح، لله در رول ادب، لله در رول تقوا، لله در رول هر چی خواستی بگی، آفرین بر ادب. اون ایول فارسی خودمونه، ایوالله، ایواللهی که میگیم، لله در رول ادب. انه یسود غیر السید، ادب کسی که آقا نیست، سید نیست، همینو تبدیل میکنه به آقا و سید. کسی در روایات زیادی هست، من برای شما نیاوردم بخونم، میفرماد حسب و نسب بهتره یا ادب؟ مکرر میفرماد ادب از حسب و نسب بهتره. اینایی که یه حسب و نسبی دارن مواظب باشن ادب یاد بچه هاشون نره. من بچه فلانی هم 2000 در مقابل ادب نمیارزه. وقتی کسی ادب داره، بچه هیچ کسی هم نیست، ولی ادب داره، وقت سید میشه، آقا میشه، بزرگ میشه. بعد میفرماید فطلبه و اکتسبه تکتسب القدر و المال، تو ادب رو به دست بیار، اون وقت ارزش و مال رو به دست خواهی آورد. من طلبه سال بهی و من ترکه سیل علیه، هر کی ادب داشته باشه بر هر هدفی میتونه یورش ببره، پیروز بشه، مثل شیری قران میتونه به آمال خودش، به سمت اهداف زندگیش حرکت بکنه، حمله میکنه، یعنی یه وسیله حمله است، نه حمله بدا، یعنی وسیله پیروزیه به تعبیر فارسی بخوایم بگیم. و من ترکه سیل علیه، و هر کسی که ترک کنه ادبو مدام به او حمله میشه، مدام دیگران بر او تفوق پیدا میکنن. یلزمه الله السعدا و یحرمه الاشقیا، آدمهای با سعادت، سعادتمند، آدمهای عاقبت به خیر، همیشه خدا یه کاری میکنه اینا با ادب همراه باشن، ولی آدمهای شقی خدا اینا رو دچار محرومیت از ادب میکنه، خدا اینا رو دچار محرومیت از ادب میکنه، خدا یه کاری میکنه این ادب نداشته باشه، لو بره آدم پست و درون مایش خیلی خرابه.
یک قطعه از امیرالمومنین علی علیه السلام درباره ادب، ادبی که شبهای قبل صحبت کردیم، ادبی که مشکل اصلیش هر لحظه دلم میخواده. نظم یکی از آدابه که اتفاقا امشب میخوایم یک کمی در موردش صحبت بکنیم. نظم خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که جلوی هر لحظه چی دلم میخواد و میگیره. امشب در مورد ادب شخصی میخوایم صحبت کنیم، ادب نسبت به خود، بعد ادب نسبت به خانواده، بعد ادب نسبت به خلق، بعد ادب نسبت به خوبان، بعد ادب نسبت به خدا. همش ادبی داره، همش آدابی داره. روایت هست، بحث میتونه آدم بکنه، فکر بکنه. خود ماها هم آزادیم در تنظیم برنامه‌های ادب، میتونیم یه آدابی رو تعریف کنیم. تعریف شده بعضی وقتا از بعضی از ادبای ایرانیان. ادب شبهای قبل گفتیم چیکار میکنه؟ جلوی هوای نفس رو میگیره. دوستان یادشون هست بحث هوای نفس و سوال و جواب دیشب یا نه؟ بله؟ اونایی که یادشون هست بگن کافیه. یادشون هست؟ ما حالا تو ادب نسبت به خود میخوایم چیکار کنیم؟ همون سوال و جواب رو ادامه بدیم. کار داره هنوز. این نفس رو بخوای متقاعدش بکنی، باید چهار طرف نفس رو ببندی دیگه، نطق نکشه، اصلا نتونه حرفی بزنه. بگه او من هرچی میگم جواب منو میده. متقاعدش کنی، بگیم بشین سر جات. بحث بود سر این که حالا به ادب به خود میرسیم، چون این حرف و این سوال جواب تو ادب به خود ما خیلی بهش احتیاج داریم. دیشب سوال کردیم که اگر کسی مبارزه با هوای نفسش رو دوست داشتنیاش بکنه، هی خب اعصابش خرد میشه دیگه، خوش نمیگذرونه دیگه، حالش گرفته میشه دیگه، دیگه نباید این قدم رو اذیت کنی، بذار آدم یه کمی یللی تللی بکنه، ولمون کن تو رو خدا. این خلاصه سوال دیشب بود، تونتون گفتم. یه جواب دیشب دادیم، اگه من همون جوابشم بخوام تونتون بگم 5 دقیقه طول میکشه. اصلا جواب دیشب بذار کنار، داشته باشه، یعنی کاری نداریم. یه جواب دیگه میخوام بدم خدمت شما. اگر شما یه مدتی جلوی لذت بردنهای الکی دولکی خودتو بگیری با ادب، نه تنها اعصابت خرد نمیشه، نه تنها داغون نمیشی، غیر از جواب دیشبا که 2 تا جزه جواب دادیم، یعنی یه دونه، یه جواب دیگه خدمت شما عرض کنم، اگه حساب شده لذتتو ببری کنار، بذاری کنار، یه استعداد جدید پیدا میکنی. اون استعداد لذت بردن های جدیده، لذت های جدیدی که خیلی اتفاقا عمیق ترم هست. یعنی چی؟ استعداد لذت بری خودش مقوله ایه که استعداد لذت بری بالقوه ممکنه باشه، بالفعل ممکنه باشه. مثلا شما استعداد لذت بردن از یک مبل راحتی رو داری، میشین رو مبل، با وقتی میشین رو تخت سنگ خب خیلی فرق میکنه، نام کیف میکنه دیگه، میشین رو مبل راحت تره. حالا بحث اینه استعداد لذت بردن خودت رو از نشستن رو مبل بالا ببر. چجوری میشه؟ باید ورزش کنی. استعداد خودت رو از لذت بردن نشستن روی مبل نابود کن. چجوری میشه؟ همش بشین تکون نخور. نشستی رو مبل کمرت درد میکنه، نشستی رو مبل پاد درد میگیره، میگه جا به جا بشم، خسته شدم. من چقدر نشستی رو؟ 10 ساعت نشستم. بابا الهی شما مرحوم بشی، 10 ساعت رو مبل نشستی؟ آره خب داشتم برنامه تلویزیون میدیدم مثلا، یا چی مبل؟ مبل راحتی 2 دقیقه آدم میشینه، ولی کسی که بعد اینکه 10 ساعت نشسته رو مبل، تنبل، آدم تنبلی. حالا یه کسی سنی ازش گذشته، یه کسی پاش درد میکنه، یه کسی مشکل داره، اون هیچی. اما کسی که مدام نشست رو مبل، استعداد لذت بردن از مبل رو در خودش از بین میبره. درسته؟ این باید چیکار کنه که استعداد لذت بردن از مبل درش زیاد بشه؟ باید ورزش بکنه، وقت کوه نوردی بکنه، وقت توی کوه یه لحظه میشینه روی تخت سنگ، تخت سنگی که اصلا 2000 براش ارزش قائل نیست، میگه آخش
راحت شدم، خدا شاهد لذتی که این از این تخت سنگ میبره ما از مبله میبریم. یه کوهنورد استعداد لذت بردن خودشو افزایش داده. مثلا چشم پرانی آدم نکنه، استعداد لذت بردنش از لذایذ مادی بیشتر میشه. چرا آدم حرفای بیادبی بزن آقا تو بحث ادب؟ مثلا شما به اندازه غذا بخوری، آداب غذا خوردن رو رعایت کنی، استعداد لذت بردن از غذا خوردن در تو افزایش پیدا میکنه. استعداد لذت بردن رو افزایش بده، چون لذت رو افزایش میدی. استعداد لذت بردن رو افزایش بدی. مثلا کیا میخوان از خواب بیشتر لذت ببرن؟ دستاشون رو بلند نکنن، چون من میدونم همه میخوان. اونایی که میخوان از خواب بردن بیشتر، از خوابیدن بیشتر لذت ببرن. چون اگه از خوابیدن لذت نبرین میزنی به در و دیوار. میخوای از چیزای بعد دیگه آدم میدونی که آدم از یه مقداری کمتر لذت ببره مجبور میشه کار حرام انجام بده تا لذت ببره. ببین دیگه، ما دیگه خودمونیم دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه. کسی که اینجا نیست، خودمون داریم صحبت میکنیم. انسان اینجوریه، وقتی از حدی بیشتر لذت نبرد مجبور میشه حرام انجام بده تا لذت بده. اما اقسام حرام آدم لذت میخواد. خب پس چیکار کنیم؟ استعداد لذت بردن خودتو ببر بالا، که از خوابیدن کیفی بکنی که اون از حرامش کیف نمیکنه. چیکار کن؟ خوابتو قیچی کن. سحرا خوابتو قیچی کن، بلنش. آداب خوابیدن رو رعایت بکنین، که یکیش سحرخیزیه، یکیش بین طلوع نخوابیدنه، که فرمود بین طلوع نخوابیدن مهمتر از سحرخیزیه. یعنی بابا سحرخیزی نکردی، لااقل بین طلوع اینو نخواب. بین طلوع این که آدم نمیخوابه که، گوسفندارم میبرن چرا نمیذارن بین طلوع این بخوابه؟ میگه بین طلوع این بخوابه دیگه دماغ تا شب. آدم بین طلوع این که نمیخوابه که، بعد خوابت میچسبه. اینه دیگه ادب. هر چیزی رو ادب رعایت بکنی، با این ادب خودتو محدود کنی، امکان لذت. مثلا شما فکر نکنید که امشب بحث ادب از خوده، ادب نسبت به خوده. شما تو زندگی شخصی خودتون نظم رعایت بکنید. فکر نکن اگه در زندگی شخصی پراکنده کاری بکنی، بابا اتاق خودمه، به هم ریخته باشه، اینجوری راحت ترم، اینجوری بیشتر لذت میبری. اصلا و ابدا. یکی از عزیزانی که تو جلسه هست الان، من دیدمشون یاد این خاطره افتادم، نه ایشونو ببینم یاد این خاطره افتادم، به خاطر این بحث ادب یاد خاطره افتادم، ولی سندش تو جلسه است. ایشون از بستگان نزدیک هم حجره‌ای قدیم حضرت امام قبل از متأهل بودنشون هستن. از اون همشاگردی و همکلاسی همحجره‌ای حضرت امام تعریف میکردن. امام ما صبح از خواب بیدار میشدیم، میدیدیم وضوشو گرفته، جورابشو پوشیده، لباس مرتب. تعبیر ایشون به من گفت این بود که گت کرده محکم. تو زندگی شخصی امام، امامو هیچ وقت ما تو حجره شلخته ندیدیم. تعجب میکردیم از این وضع زندگی کردنش. من میخوام خدمت شما اینو عرض بکنم، اینجور آدم ها از آدمایی که خودشونو ول میکنن و راحتن بیشتر لذت میبرند. از راحتی، از راحتی بیشتر لذت میبرند. جوونه بلند شد گفتش که، توی جلسه ای بود با جوونا بودیم، گفتش که آقا شما که میگی ماهواره که حتما مخالفی، تلویزیون هم که میگی زیاد نگاه نکنه، آدم خرفت میشه زیاد تلویزیون نگاه نکنه. خب بعد چیکار کنه؟ گفتم خب فوتبال بازی کن. گفت چقدر آدم فوتبال بازی کنه؟ گفتم ببخشید تو چقدر تلویزیون مگه نگاه میکردی؟ گفت مثلا روزی 2-3 ساعت. گفتم شما اصلا داخل آدم به حساب نمیای دیگه. من فکر کنم هفته یه بار میخوای تفریح کنی. گفتم جای تلویزیون برو فوتبال بازی کن. روزی 3 ساعت؟ این دیگه زندگی نمیشه. جمع کن، اصلا ما با شما نبودیم. تو عالمه بگو مگوی رفاقتی ها.
گفتم چی داری میگی؟ مگه آدم اینقدر بازی میکنه؟ مگه آدم اینقدر تفریح میکنه؟ خیلی جالبیه. به خدا قسم ما نسل کشی داریم میکنیم با پدیده ای به نام دبیرستان. به موجودات بالغ عاقل قدرتمندی که هزار تا کار ازشون در میان میگیم بچه بشین درسی تو بخون، درسی که نصف روزش خالیه. این چه خاکی باید تو نصف روز بریزه روز در خودش؟ چی کار باید بکنه؟ این توضیح بدیدم. این چه جور زندگی ما تعریف کردیم؟ حالا دوره آموزش عمومی رو کی گفته دوره آموزش عمومی باید 12 سال طول بکشه؟ خدا وکیلی مطالبی که تو این 12 سال یاد میگیره چه مقدارش به درد دانشگاهش میخوره؟ چرا دانشگاهش رو نباید از 14 سالگی شروع بکنه، رشته خودش رو تعیین کنه، تکنسیان بشه، تکلیف زندگیش رو مشخص بکنه؟ چرا از 14 سالگی نباید کار بکنه؟ کی تعریف میکنه برای زندگی انسان طرز زندگی کردن رو؟ چرا از 14 سالگی ما هنوز به بچه میگیم بچه؟ به بچه میگیم بچه، به این آدم میگیم بچه. تو دیدی زمان جنگ شما میدونید اکثر رزمنده های ما دبیرستانی بودن؟ یه مملکت رو از طولانی ترین جنگ در قرنهای اخیر دبیرستانی ها نجات دادن. هی بکنشون تو قفس مدرسه، بچه درس تو بخون، این بیاد به جنگ میدونی چی کار داره میکنه؟ و 18 سالی گوشه بر سربازی. این عدد رقم ها رو کی تعیین کرده؟ چرا باید این عدد رقم ها از زمان طاغوت تا حالا عوض نشه؟ رو چه حسابی؟ کی مطالعه کرده؟ من اگه 2 سال تفحص نکرده بودم ریشه هاشون اینجوری داد نمیزدم بالا منبر. ما زندگی داریم طراحی میکنیم، ما داریم فساد رو توضیح میکنیم. عامل فساد نیستیم ولی زمینه فسادیم. دختر دبیرستانی 17 سالشه اونجا، بوش بیاد این ازدواج کرده مرسه اخراجش میکنن. چی کار داریم میکنیم ما؟ قوانین قرون وسطایی چیه؟ میگه خب من چی کار کنم؟ راست میگه. خب براش کار تعریف نکردین، براش فعالیت تعریف نکردین. یه زمان یه حرکتی شد توی دبیرستان تحت عنوان طرح کاد رها شد، اون یه بوی عقلانیتی توش میومد. حالا خانم روشش از اولش معلوم بود نمیچسبه. اصلا سیستم درس خوندن، سیستم زندگی، همه چی از 14 سالگی به بعد باید عوض بشه. از اول بیم تعریف کنیم، جرعتشو نداریم. بابا وضع بذار بمونه دیگه، جرعت میخواد، اینا جگر میخواد، اندیشه عمیق میخواد، دلسوزی میخواد. شما برید تو بچه دبیرستانی ها دلسوزای جامعه برن تو دبیرستان، یه روز با بچه دبیرستانی ها زندگی کنن. خب ما بچه دبیرستانی داریم دیگه، میبینیم دیگه، مثلا میشینیم تو خونه صحبت میکنیم با هم. اگه 4 تا کار اضافی نباشه که ما با هم انجام بدیم، مثلا دبیرستان معنا نداره. میگه بابا اینا کاره، اینا درس، اینا چی از اصلا؟ باید بشینیم با هم دیگه یه کارایی رو تعریف بکنیم، به زحمت بیفته از تلاشش لذت ببره. والا از تلاش درس خوندن و نمره گرفتن اصلا تلاش نمیکنه که نمره بگیره که حالا لذت ببره از تلاش. اصلا تلاش نمیفهمه چیه اون زمان. جهاد علمی میکنه که نمیکنه که. یه پدیده ای رو ما داریم به نام کار، میگیم آقا کار، ما به ثروت و رفاه کار نداریم. اصلا باید کار باشه، باید آدم ها کار کنن، کار تولید کنید. فدات بشم، این کار تولید کردن، زمینه تلاش و فعالیت تولید کردن مال 14 سالگی به بعده، نه کار به لحاظ اقتصادیش. پرانتز رو ببندیم بذاریم کنار. میگه خب من هر روز برم فوتبال بازی کنم. هر روز باید تو میخوای تفریح کنی؟ او هر روز کسی بخواد تفریح کنه اون زندگی نمیشه که.
باید برای خودش تعریف بکنه. من تفریحم اینقدره، از ساعت چند تا چند. بعد بچه ها به قول امروزه، به قول آموزش پرورش بچه ها، ولی آدم حسابی ها، وقتی تعریف کردی برای خودت جمعه هفت صبح تا 12 ظهر بازی میکنم، ورزش میکنم، 12 ظهر اگه دیدی که بازم خوشت میاد ادامه بدی، من برنامه متاسفانه تموم شد، هفته بعد انشالله. تو مرد میشی، تو خدایی میشی برای خودت. یکی از آداب زندگی نظمه. بعد خودت آدم منظمی باش، آدم وله یللی تللی. و مادرها، پدر مادرها مشکل دارم، میگه من بچه همون چجوری وادار کنم به نماز؟ خیلی جالبه. مگه بچه تو دنبال نظم نمیگرده؟ دنبال ادب نمیگرده؟ دنبال برنامه نمیگرده با برنامه زندگی کنه؟ خب بیا برنامه کم گیر میاد به خدا قسم، بیا یه دونه برنامه کوچولو مامانی قشنگ، اصلا مغتنمه، مغتنمه. اصلا نماز یک برنامه مغتنمه، یه تیکه حداقل روزی 2 دقیقه آدم رو منظم میکنه، روزی 2 دقیقه آدم رو منظم میکنه. من قدیما زهرا مجبور بودم برای یه درسی طلبگی برم توی مسجدی پیش استادی خدا رحمتش بکنه. بعد حالا من یه کمی مثلا سن 90 دبیرستان گذشته بود، ولی خب بالاخره ما آب از سرمون گذشته بود دیگه، ما طلبه ما هر چی رفتار درست حسابی داشته باشیم هنر نکرده باشیم، فقط بابامون گفته بود این تو این کتابا خوندیم، ما خیلی بیشتر از اینا مثلا رفتارمون درست باشه. خب ما مجبور بودیم دیگه حالا بریم مسجد. بعد میام یه جوان دبیرستانی میاد مسجد کتاب درس میخونه، چیز نماز میخونه، خوشم اومد، چقدر آدم مرتبیه دیگه، هم ندیدمش از اون مسجد که رفتم. بعد بهش گفتم که همون گفتم باش رفیق بشیم گپی بزنیم، گفتم شما پدرتون میان این مسجد؟ گفت نه. آها، گفتم خوش وقت پدرت میاد؟ با پدرت میای؟ نه. گفت نه. بعد یه کمی دیگه پرسیدم بچه های بسیجه این مسجدی یا میرم از؟ گفت نه. هرچی پرسیدم، هر انگیزه کشکی که من فکر میکردم پرسیدم، گفتم خب بچه هم گفت هیچی دارم میرم نماز میخونم. گفتم ها ببخشید، مگه بچه دبیرستان این مسجد نماز میخونه؟ تو این وضع شما میخوای تقوا و مفاهیم عالی و عشق به خدا و آقای امام زمان شما هم تشریف بیارید و کجا من بیام؟ کجا؟ رفقا زمان جنگ هم همه دبیرستانی ها نرفتن جنگ. چند درصد دبیرستانی ها رفتن جنگ؟ اکثر کسانی که جنگیدن دبیرستانی بودن یا از دبیرستان اومدن و بعد سنشون بیشتر شد. ولی حالا چند درصد دبیرستانی شما فکر می‌کنید رفتن جنگ؟ 30 رقم دیگه بالاتر، 46,000 شهید، در حالی که چند تا دانش آموز داشتیم؟ 400، رقم خوبیه. ولی ما تو دبیرستانمون درصد بالایی نرفتن جبهه، یعنی ما میرفتیم میومدیم همه تخت تبارک محکم نشسته بودن، همه نها درصد. واقعا بازم دانش آموزا، همون حرفی که اول زدم خیلی خوب بود، ولی دبیرستان هم بودن که نمیرفتن جبهه های وقت. شما فکر نکنید اون زمان گل و بلبل بوده، وای الان خراب شده، نه. منتها جنگ یک سازمانی داشت که این فضا رو ایجاد کرد، راحت کرده بود مسئولین مملکتی رو. دیگه برنامه‌ریزی علی الان باید بود و هم برنامه‌ریزی کنن. دبیرستانی ها رو نجات بدید، دبیرستانی ها رو نجات بدید. زندگی نیست دبیرستان. آیا یه نفر به من تو این جمعیت جواب بده آیا دبیرستان زندگیه؟ میتونه یک زندگی رو پر کنه مال یه انسان مکلف؟ اینقدر اوقات فراغت امام صادق به خدا قسم خورد فساد میاره و جهنم میاره، به خدا قسم خورد. دبیرستانی ها خودتون خودتون نظم بدید، اصلا منتظر دیگران نباشین، ادب زندگی شخصی تو داشته باش. آدابی که آدم تو زندگی شخصی داره اداره خودشه،
اداره خودش. من هی مثال از امام میزنم برای اینکه قله ماست، افتخار میکنیم بهش. این مثال ها رو از مقام معظم رهبری هم میشه زد، جالبه ها، ایشون هم یه شخصیت اینجوری داره. حالا بذارید من یه مثال از امام بزنم. آقای رفت دکتر، اومد پیش امام گفتش که آقا من رفتم دکتر، دکتر گفته این مریضی شما این که اهل علمید، فعالیت چی ندارید، بدنی ندارید. امام راست مثلا امام اینجوری اینجوری گفت باید روزی 20 دقیقه نیم ساعت پیاده روی کنید. امام فرمودن که دکتر شما راست میگن، ماها باید این کارو بکنیم حتما. میگه من به امام گفتم امام من از فردا ماشین بیارم بریم بیرون نجف، بخیر امام شو مرجعی هست برای خودش، بریم اونجا یه زمینه فراهم بکنیم یه قدم بزنیم، من هر روز حاضرم شما رو ببرم. امام فرمود حالا ما فکر میکنیم، شما هم فکر کنید بریم چیکار بکنیم. فردا رفتم پیش امام، امام فرمودن من رفتم پشت بام دیدم جا برای قدم زدن هست، تا آخر عمر جز مواقعی که رو تخت بیمارستان بودن پیاده روی ادامه پیدا کردن. یه بار یه حرف میزنن به آدم دیگه تموم شد دیگه، پیاده رویشون بود. نظم زندگی شخصی بزرگا رو ببینید، اینا به جایی میرسن. ادبمونه. حالا ما تو ادبای اجتماعی نمیخوایم بریم، ما ادب شخصی میخوام. یه روایت بخونم که ریشه ادب شخصی رو این روایت نشون میده، ولی قبل از اینکه این روایت رو بخونم مثالهای خیلی متنوع زیادی میتونم بزنم. مثلا ادب مطالعه در نزد مقام معظم رهبریشون برای خودشون مقرر کرده بودن هر شب تو کوران حوادث و درگیری ها یک ساعت مطالعه کنن بخوابن. خب اولش یک سال زیاد خودشو نشون نمیده، بعد میشه 10 سال، میشه 20 سال، میشه 30 سال. 30 سال مطالعه هر شب خودش یه دوره دکترای مستقل از ابتدا تا آخره. یه تصمیم ساده بود با یه اراده ساده، گرفتن پاش ایستادن. وقت بعضی از اهل علم و اهل فقاهت یه بار رفتودن پیش ایشون، یکی از علوم حوزوی ما علم رجاله که اطلاعات فراوان و ممارست و درگیری مداوم و حافظه قوی میخواد، یه کتاب درباره رجال نوشتودن پیش آقا بردن. آقا میگفت 3-4 تا مسئله به من گفت، اصلا موندم. گفتم آقا مگه شما چیزی از طلبگی یادتونه این همه ورود دارید؟ آقا فرمودن من که مطالعه‌ام قطع نشده که، آخرین مسائل رجالی رو گذاشته اون کف دستش. وقت ما تا فرصت پیدا کنیم ول کنیم خودمونو. بابا به خدا برای تلویزیون آدم باید برنامه داشته باشه، روشن کن بینیم. اصلا این غلطه، روشن کن بینیم. تلویزیون مجبور بشه به شما برنامه بده از یه طریقی که آقا من این برنامه ها رو دارم، شما در طول هفته بذارم من وقت میکنم ببینم یا نه. بسیاری از چیزایی که ما فکر میکنیم مفیده غلطه. اصلا شب تا دیر وقت بیدار موندن جز برای بعض 2 مورد استثناء بقیهش مکروهه، شدیدن هم مکروهه. برای مهمونی تا دیر شب دیر وقت نشستیم چه بیادبیه، زندگی شخصی خودمون مختل بکنیم. ادب اینه دیگه، اون همه ما کوبیدیم مقدمات می‌خواستیم به اینجاها برسیم دیگه، تا تنها میشه می‌خواد راحت باش بزنه. اصلا کی گفته اینو؟ تو شما تا تنها بشی باید به خودت راحت باش بزنی؟ پادگان انو ادامه داره، خودت فرمانده خودت باش. یکی از ریشه های ادب رو بگم و عرضم رو تمام بکنم. ادب شخصی امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که غایت الحیا ان یستحیی المرء من نفسه، غایت حیا این استش که فرد از خودش خجالت بکشه. الهی فدات بشم، دورت بگردم عزیز من، از دیگران همان قدر که حیا میکنی و خودت رو جمع جور میکنی برای خودت هم ارزش قائل بشو، برای خودت بیشتر ارزش قائل بشو. من خودم هستم، هیچ رفتاری که دیگران ببینن نمیپسندن تنهایی هم انجام نده.
وقت فرهنگ آمریکایی دقیقا برعکس این حرفه. ما اون وسطه داریم ملق میزنیم. یه عالم جلیل القدری خاطره داشت تعریف میکرد، میگفت یه جوونی مسلمون از آمریکا، گفتش که از آمریکا اومده بود، جا نبود تو کاروان، دیر رسیده بود. به من گفتن آقا این پیش شما باشه، به خودش گفتیم، گفته اشکال نداره، گفتم باشه. بعد مثلا گفت اومد و ساکمو کجا بذارم و ساکشو اینجا، حالا تازه این مسلمونشه خوبشه، یکمی هم فارسی یه تهلجه بلد صحبت بکنه و بعد حالا میخواد لباس راحتی بپوشه. من که نمیتونم اینجا پشت برم بگم چی جوری لباس پوشیده بوده اون تو اتاق. آمریکا آدم تربیت میکنه. که مثلا شبهه حرمت، شبهش هم نه بذار کنار، حرمت داشت آجاقا، نگاه آجاقا نباشه، هر آدمی باشه. آخه بابا خب درست تنها شدی، تا آخر باید بری تنها شدی، اون انضباط شخصیت کو؟ و الهی 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 من دور این اسلام بگردم، میگه آخه بخوابی برنامه داره، میگه اینجوری آخه بلنشی، میخوای دستشویی برای قدمات برنامه داره، میخوای مسجد برای قدمات برنامه، میخوای برای آینه برنامه داره. الهی دور کتاب هلیت المتقین بگردم، که چقدر آدمای نفهم قبل از انقلاب مسخره میکردن این کتابو، نمیفهمیدن، شعور نداشتن. برنامه داره، برنامه بهت میده، برنامه ذکر بهت میده، حالا گرچه اون غالبا برنامه‌اش برنامه‌ای ذکره، برنامه غذا خوردن. دوستان من این روایت رو رفقایی که روایت نمی‌کنن نشینده بگیرن، چون خیلی عذاب وجدان میاره، حال میگیره، اینا آدم نباید زیاد حالش گرفته بشه. میفرماد هر کسی 40 سالش بشه متوجه نشه که چه غذایی براش مفیده چه غذایی براش مفید نیست، مریض بشه باید چی بخوره، خودش دیگه دکتر خودش نشه، خیلی تو این آدم نیست. لازمش چیه؟ دقت رو کنی به غذا خوردنه. من بادمجون خوردم چی شدم؟ قرمه سبزی خوردم چی شدم؟ بعضی از هم راحتم، فقط برای میگه بره دکتر، میگه آی دکتر نمیم چمه، حالا چه هست؟ میگه نمیدونم، شروع کن دیگه، خوب نیستم، فقط حتی نمیتونه بگه چمه. بعد آی دکتر چی میخوری؟ والا چه میدونم، میخورم دیگه. مامانا به داد ملت برسید. اصلا وقتی که هدف تغذیه تو آشپزخونه تنوع غذایی باشه و مزه، تو تهران با این آب و هوا و هر شب برنج میخوری دیگه بیچاره میشی. برنج مال منطقه شمال، مال منطقه مرطوبه، برنج خشک میکنه بدن آدمو. تو چه نیاز داری الان خشک بشی؟ خشکی داره میزنه بدنت، رو اخلاقت هم اثر میذاره، رو اعصابت هم اثر میذاره. فلینظر الانسان الی طعامه. این آقای اسلام نازی که برنامه داره برای همه چی، میفهمد صبح مویز 21 بخور، نه 22 نه 20 21 شمرده گوشه کف دستت، زیتون در روز میخوای بخوری 8 دونه. یک روایت هایی ما داریم، آب با غذا نخور، اینجوری اونجوری. به خدا ما بی ادبیم، بی ادب داریم زندگی میکنیم، ادب شخصی نداریم، مرده تو فرهنگمون ادب. مامانا پس شما چی کار دارید میکنید؟ و بیا بشین اینجا هی از عرفان اسلامی و از بگو دیگه، از همین حرفای بزرگ بزرگ صحبت کنیم و صفا کنیم و حالی کنیم، همه سری تکان بدهیم و بله از مغفرت الهی صحبت کنیم. آقا از گناه اول صحبت کنیم، ما چه جرائمی مرتکب شدیم داریم میشیم، بعد بریم از استغفار صحبت کنیم، آقا از توبه صحبت کنیم، در خونه خدا یه حالی بکنیم. بابا تو می در خونه که نباید، خدا که نباید حال خدا رو به هم بزنی که میخوای حال بکنی که. برمان سوء الخلق ذنب الله تغفر،
بد اخلاقی گناهی که بخشیده نمیشه، چون الان اومد معذرت خواهی که دوباره برمیگرده، عادتشه، اینجوری زندگی میکنه. آقا شما فکر کنم داری زندگی شخصی ما رو تبدیل میکنی به پادگان. به خدا درست فکر کردی، به نفع کی؟ که خودو ول کنی. وقت پیامبر اکرم تو بیابون رفت، داشت رد میشد، رسید به یه چوپانی، چوپانه تنها بود دیگه، ول کرده بود لباسشو، نمیدونم چی بوده ولی وضعش درست نبوده. تا پیغمبر دید خودشو جمع کرد، پیامبر فرمود برو برو، توی تو خیلی نیست، کسی که تو تنهاییش ادب نداره با پیش منم نمیخواد بیاد، برو آقا جون. رحمتن للعالمین همه رو دعوت میکنه، دید تو تنهاییش بی ادب وله، برو برو تو تو خیلی نیست. مگه تو خودت نبودی؟ مگه خدای تو نبود؟ تنها بودی؟ بعضی از خودشون خجالت نمیکشن. یه بار این کلمه رو با من بگید، بعضی ها از خودشون خجالت نمیکشن. این خیلی اصطلاح عمیقیه. میفرماد قاولت الحیان یستحی المرء من نفسه، از خودش خجالت میکشه، از خودش خجالت میکشه. یا میفرماد من تمام المروته ان تستحی من نفسک، تمام جوانمردی این است که از خودت خجالت بکشی. من خودم که هستم و الهی قربونش بشم، این خدا، شما صبح تو خونه تنهایی نماز خوندی، فرماد مواتو شونه کن، مستحب بکنه سجاده شونه باشه. چند نفر از ما دیگران شونه میذاریم تو سجاده مثل قدیمی ها؟ بابا ولمون کن تو را خدا، حال داریدم مهمون نیومده که بخوایم سه شعار بکشیم. این خیلی اینجوری زندگی کردن بده، زشته. خیلی عذرخواهی میکنم من شما رو درگیر این جزئیات میکنم. حاج آقا فخر، اون عالم بزرگوار، هم از آقای بهجت هم از آقای فخر، به عبارتهای مختلف من با یک واسطه شنیدم، اخلاق عرفان دقت در جزئیات، دقت در جزئیات. چند تا دعا کنم، آمین بگو. خدایا دست خط برای فرج دارم دعا میکنم، درسته؟ آخر این دعاها اونجوری میشه، چند شب پیش با هم دیگه مرور کردیم. خدا دست خط دانش آموزان ما رو خوب بفرما، خطش رو هر جوی دلش بخواد مینویسه، اصلا این دل بخواد همه رو کشته، مسلط شده، مردشور این هوای نفس رو ببرن که نذاش تو قلم رو درست بچرخونی. 10 بار درست چرخونده بودی خطت بهتر شده بود. هوای نفس دیگه، هوای نفسه. به خدا من غضبناک میشم کسی از یه روحانی انتظار داشته باشه حاج آقا در مورد نمازت صحبت کن، فوقش دعای کمل، به زندگی مردم چی کار داری؟ اصلا عصبانی میشم، نابود میشم. این چی کار دارم؟ چه تلقی از دین دارن؟ خط خوش علامت شخصیت آدمیه. امیر المومنین سفارش کرده به خط خوش، ائمه خدا همه خط خوش داشتن. مقام معظم رهبر از حدود 40 خورده ای سالگی دست راستشون مجروح شد، نتونستن مثلا با دست چپ شروع کردن بنوشتن. دست چپ ایشون از دست راست خیلی ها قشنگ تره. دقت میکنه. خب وقت شما میگی چرا اینقدر تاکید میکنی بر ادب؟ برای اینکه کار به اینجاها میکشه، کار به جای باریک میکشه. ما قبلا توپخونه آتش تهیه رو ریخته باشیم حسابی، یکی از نتونه برگرده. ادب در زندگی شخصی چگونه است؟ همسر یکی از عرفاء خوب، حالا من به اسمشو ببرم شاید بشناسی، شنیدم با یک واسطه، ایشون عارف بزرگوار رو خواب دیده بودن، از بعضی از کسالت هایی که داشت
گله کرده بودن پیش آقاشون تو خواب. آقاشون گفته این میدونی مال چیه؟ اخیراً کارهای شخصی تو خودت نمی کنی، میدی به اینو، کارهای شخصی تو خودت بکن. بعد دیگه ایشون شروع کرده بود کارهای شخصیشو خودش انجام داد. یکی از ادب هاست. و خودم همه چی تو ذهنش دفعی تداعی میشه، سازماندهی میشه. رفتن خونه حضرت امام چند نفر، امام داشت اتاق جار خودشو، اتاق کار خودشو جارو میکرد. بعد گفتن امام نه بده ما بده ما بده ما. امام فرمود هر کسی اتاق کار خودشو، اتاق زندگی خودشو خودش باید جارو کنه. دوستان من که اهل عرفان هستند دقت کنند، تو اینجور جزئیات تو زندگی اثر نورانیشو میبینن. یه دفعه میبینی بعضی از کارهای شخصی تو میدی کس دیگه کدورت دلتو میگیره. تا آخرش بگم؟ تا آخرش بگم دیگه؟ اشکال نداره؟ ما یه مدتی خیلی درگیری کاریمون خیلی زیاد بود. بعد تو وسط درگیری کاری میدیدیم عد پنچری ماشین میفته به همون زمانی که من خودم دارم رانندگی میکنم. گفتم ای خدا وقت ما طرف شدم برای پنچری بگیرم. ببین داره ببین پنچری میگیریم. بعد رفتیم پیش آدم حسابی، گفتم چجوریه ما نمیتونیم وقتمون رو منظم کنیم؟ یه دفعه اینو مثال زدیم. گفتن اینو مثال نزن، خدا بخواد به یک کسی لطف کنه گیرش میندازه بعضی از کار شخصشو خودش بکنه، چون یه رازی در انجام کارهای شخصی هست. وقت امیرالمومنین یه دفعه میبینی که کفشو خودشو خودش پینه میکرد. یه کارهایی رو آدم باید خودش بکنه، اگرچه هزار تا غلام و مرید داشته باشه، اگرچه یه مامان خیلی زیادی مهربون داشته باشه. ادب در زندگی شخصی قوقاییه، قوقاییه. دیگه بحث محرمی نیست دیگه، من بخوام بشینم فهرست بکنم یکی یکی، مثلا بگم حالا بچه ها رفقا بیاد ادبا رو فهرست کنیم در ارتباط با خواب بیداری، اونا دوره آموزشی میخواد. ما اینجا برانگیختگی اندیشه و انگیزه کارمونه. دوره آموزشی، دوره آموزشی میخواد رفقا. مثلا ما از آموزش پرورش محترم میخوایم به جای موفقیت در زندگی آداب زندگی کردن، نمیدونم البته شاید باشه ها، من خبر ندارم، آداب بگذارن بهتره. این تقاضای خوبی هست؟ از چند سالگی باید بذارن شما فکر میکنین؟ از کلاس اول ابتدایی. اول ادب از 7 سالگی دیگه. نه بابا بچه از بلش کن حالا بعدن چی میشه. ولی هر کسی کلاه خودشو برداره فرار کنه. زندگی خودت دست خودته. خدایا ادب در زندگی شخصی ما توفیقشو به ما عنایت بفرما. الان روایت من برات نخوندم. آدمی رو که خدا میخواد سعادتمندش بکنه توفیق ادب بهش میده. آدمی رو که خدا نمیخواد سعادتمندش بکنه محرومش میکنه از ادب. خدا ما رو از ادب محروم مگردان. روزه با ادب رو میخوام بخونم برات کربلا. روزه با ادب، روزه با ادب. محرومیم از درک عمیق آدابی که در زندگی اهل بیت به صورت جزئی موجود بوده. آدم باید به تو خیمهشون زندگی کنه بفهمه اینا چی بودن. شبهای قبل یادته برات یه روزه ادب خوندم، گفتم که اون فرمانده یزیدی ها گفت هرچی بچه های حسین رو زدیم، هرچی شکنجهشون دادیم، هرچی خراب نشینشون کردیم، یه نفرشون به ما حرف بد نزد. اینا فحش بلد نیستن بدن. امشب شبیه که همه میرن سراغ علی اصغر ابا عبدالله الحسین، اما میخوام من به محضر مادر مکرمشون رو با که مظهر ادب بانوان اهل بیت بود برسن. میگن رباب یک سال بعد از حسین گریه کرد بعد از دنیا رفت. میگن رباب گهواره دستش گرفته بود کنار گهواره مینشست به یاد علی اصغرش گریه میکرد، انقدر اشک ریخت تا از دنیا رفت.
ولی من اعتقادم اینه، اعتقاد شخصیمه، رباب هیچ وقت حسینش رو رها نمیکنه برای علی اصغر گریه کنه، چون هم روایت دیدم رباب بانوی با معرفت حسین بود و حسین به او علاقه ویژه داشت. میخوام از سوز جگر برای رباب، کسی که مورد احترام و علاقه حسین بود، ناله بزنی وجودت پر از نور بشه. ها ببین به چه مهمانی تو رو بردم امشب، خدا ما رو روزی کرده، منم همراه شما میام، رفاقتی زیاد صحبت نکنیم. لا اله الا الله. در روایت هست که رباب بانوی با معرفت حسینه، و در روایت هست مرگ یک مرد از همه بیشتر برای همسر او گران تمام میشه. حالا اگر همسر او امام زمانش باشه چی؟ وقت رباب بشینه برای علی اصغر گریه کنه؟ پس این چیه که میگن یه گهواره‌ای دم دستش گرفته بود؟ به نظر من گهواره‌ای دم دستش گرفته بود به احترام زینب بود، به احترام بانوی اهل بیت. در مقابل زینب حسینم حسینم نمی کرد. ای فدای ادب رباب. فکر می کنم گهواره رو تکون می داد، زیر لب آروم می گفت حسینم، علی اصغرم فدات بشه حسینم، حسینم رای دورت بگردم حسینم که قریب بود. کاش تیر به خود من خورده بود، تیر بعدی به تو نمیخورد حسینم. رباب ادب داره، تا زینب هست رباب کیه و حسین؟ هیچ کس، من اصلا کسی نیستم. بخواست عزاداری کنه، ادب رباب رو ببین، اینش دیگه قطعیه. نوشتم تو روایت ها این خانم میخواست عزاداری کنه، وقتی از کربلا اومدن دید بدن حسینش روی زمین ظل آفتابه. لا اله الا الله. رباب تا آخر عمرش دیگه زیر سایه نرفت، روزها میومد زیر آفتاب مینشست گریه میکرد، شبها زیر سایه میرفت. رباب شهادت علی اصغر مبارکت باشه. چه بانوی بزرگی. در یه نقلی هست رباب اصلا به مدینه نیامد، وقتی که اومدن کاروان کربلا بعد میخواستن برن اربعین، یه نقلی من اینجوری دیدم، رباب اومد محضر خانم زینب کبرا، خانم میخوایم حرکت کنیم. بله، کجا میخوایم بریم؟ خب عزیز دلم مدینه میخواییم بریم. گفت خانم ما که من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، بذارید من کربلا بمونم اینجا کنار قبر حسینم گریه کنم. این ربابه. الهی همه ی عالم فدای ادب این رباب. حالا یه روزه بخونم داد بزنی. خود از رباب هم دوست داره روزه عاشورا خونده بشه. لا اله الا الله. چرا وقتی که حسین علی اصغرش رو رو دستش دید که داره بالو پر میزنه، یه دفعه صدا زد زینب بگیر بچه رو؟ شما فکر نکن برای این که رباب طاقت نداشت، شاید هم برای این بوده، ولی هرچی نگاه کردید رباب رفته نیست. رباب صاحب قربانیه.